که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گریه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونواده دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالی ما وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم عطشان كربلاء. رخصت بده که خیمه ماتم بپا کنیم، پیراهن سیاه به تن با شما کنیم. آیت صدا ز غیب که قد قامت العذاب، رخصت بده اقامه بزم عزا کنیم. در حد ما نیست ولی کن خدا کند بر گریه های روز و شبت اقتدا کنیم. موعود هل اتا چه شود یک محرمی، تو روزی بخانی و ما جان فدا کنیم. بر ما بخان تو روزه شیب الخضیب را، تا گریه بر
حسین سر از تن جدا کنیم. جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان و تعزیت و تسلیت این ایام به محضر مبارکش صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پدر وقتی که برای اولادش میخواد کاری انجام بده، خیلی سعی میکنه بهترین وجه رو انجام بده، سعی میکنه برای اولادش بهترین امکانات رو فراهم بکنه، بهترین امکانات مالی رو فراهم بکنه. اگر ناراحتی داره فرزندش، اگر غمی داره فرزندش، این غم برطرف بشه، همه امکانات رو همه رو بسیج میکنه که این فرزند بتونه به یک جایی برسه. پدر مهربان اینطوریه، پدر عطوف اینطوری هست. این در رابطه با یک پدر عادیه، یعنی یک پدری که معمولی، یک پدر عادی که تو جامعه هست. اما اگر یه پدر صاحب نفوذ باشه، یه پدر قدرتمند باشه، یه پدری رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، این پدر تصمیم میگیره از همه امکاناتی که داره، اون امکاناتی که در دسترسش هست، حالا قدرتی که داره، امکاناتی که دم دستش هست، استفاده کنه فرزند رو به بهترین وجه برسونه به مقاماتی که میتونه برسه و یک آدم صاحب قدرتی بشه، فرزندش صاحب نفوذ بشه. این در رابطه با پدر صاحب نفوذ هست، صاحب قدرت هست. حالا شما در نظر بگیرید، اگر خداوند متعال بخواهد خیر را برای کسی، این پدر گفتیم یه پدر عادی یا یه پدر صاحب نفوذ، اگه خیر و خوبی برای فرزندش بخواد چیکار میکنه؟ هر اون چه که از دستش بیاد انجام میده. حالا اگر خداوند متعال با اون عظمتش، خداست دیگه، کسی بالاتر از خدا نیست، خدا اگر برای کسی خیر بخواد اون وقت چه کار میکنه؟ دیگه خدا شبیه بشر نیست بیاد امکاناتو بذاره در دسترس اولادش، نه، خدا کلید اصلی رو میده دست شخص، خدا میاد منبع اون خوبی ها رو میده به شخص، اصل خوبی ها، معدن خوبی ها رو میاد میده به شخص، میگه حالا خوبی ها رو بگیر، بهترین ها رو بگیر، چون خداست، خدا در اندازه خودش کار میکنه دیگه، مثل بشر نیست، همه خوبی ها رو میده، منبع خوبی ها رو میده، اصل خوبی ها رو خدا عطا میکنه. آقای امام صادق علیه السلام میفرماید من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگه خدا خیر بخواد برای شخصی، چطور گفتیم پدر خیر بخواد واسه فرزندانش، اگه خدا خیر بخواد برای شخصی، اون موقع هست که امام صادق میفرماید خدا محبت امام حسین رو تو دل اون آدم میاندازه. یعنی امام حسین اصل همه خوبی هاست، امام حسین معدن همه خوبی هاست، امام حسین منبع تمام خوبی ها امام حسینه. فلذا میفرماید من اراد به الخیر، اگه خدا برای شخصی خیر بخواد، این الف و لام یعنی نوع خیر، یعنی اصل خیر، یعنی اگه خدا خیر بخواد برای شخصی، اون خیر یعنی حسین، یعنی محبت حسین، یعنی دوستی حسین، اون حب و اون محبت امام حسین بهترین هاست، بهترین خوبی هاست، اونو خداوند متعال میده به شخص. یه مادری رو در نظر بگیرید، یه مادری که
نمیگیم یک مادر فوق العاده، بعضی از مادرها هستن خیلی محبت دارن نسبت به اولادشون، نه، یه مادر عادی رو در نظر بگیرید در جامعه. این مادر وقتی که یک مشکلی، یک گرفتاری برای فرزندش پیش میاد، خودشو حاضر به خطر بیاندازد. اگر خدایی نکرده بچهش میخواد بیفته جلو ماشین، مادر میاد خودشو میندازه جلوی ماشین، فرزندو بر میداره. اگر ماشین به خودش هم بخوره مشکلی نداره براش، فرزندشو نجات میده. اینو کی به مادر گفته؟ یعنی آیا کسی مجبور کرده مادر را در محبت فرزند؟ نه. آیا کسی مجبور کرده مادر را که برای سلامتی فرزند، سلامتی خودش را به خطر بیاندازه؟ نه. کسی مجبور نکرده. این عشق است، این محبت مادر نسبت به فرزند باعث میشه که مادر حاضر باشه جون خودش را فدای فرزند بکنه. خداوند متعال آمده عشق امام حسین و محبت امام حسین رو تو دل ما قرار داده. دست خودمون نیست، بی تعارف میگم، دست خودمون نیست. شب اول محرم که میشه، ناخودآگاه همه کسانی که امام حسین رو دوست دارن، همه کسانی که شیعه هستن، همه کسانی که حتی در طول سال شاید اینها طرف مسجد و حسینیه و اینها هم نمی آمدن، اما شب اول محرم که میشه دلها می شکنه، همه دیوانه میشن، دیوانه وار میخوان تو مجالس شرکت کنن، تو سر و سینه شون بزنن، پیراهن مشکی می پوشن، هر کسی هر کاری از دستش بر بیاد برای امام حسین انجام میده. این چیه؟ این عشق امام حسین و محبت امام حسین که خدا تو دل ما قرار داده که ما نسبت به امام حسین این محبت رو داشته باشیم. والله این آدمایی که میارن عزاداری امام حسین میکنن، هیچ کس مجبورشون نکرده. کی مجبور کرده این شخص رو؟ حالا دیدید روزها گاهی اوقات اول صبح، مثلا ساعت 7 صبح مجلس روزه است، تعارف که نداریم، این آقا توی تمام عمرش 7 صبح از خواب بیدار نمی شده، اما مجلس امام حسین که باشه انگار که یه کسی میاد اینو از خواب بیدار میکنه. میگم اجباری درش نیست، کسی مجبورش نکرده، اما محبت امام حسین یه جوریه که داره در دلش فوران میکنه. اون وقت صبح از خواب بیدار میشه، تا نیمه شب برای امام حسین عزاداری میکنه. توی خونه شون به قول معروف دست به سیاه و سفید نمیزنه، اما مجلس امام حسین که میشه میره برای مجلس امام حسین، ظرف میشوره، چایی میریزه، کفش جفت میکنه. اینا چیه؟ اینا محبتی است که خدا از امام حسین تو دل ما قرار داده. قذف فی قلبه محبت الحسین. آقا اگه خدا بخواد خیر بده به یه بشری، به یه آدمی، به یه مردی، به یه زنی، اگه بخواد خیر بهش بده، محبت امام حسین رو تو دلش قرار میده. اینقدر این محبت امام حسین ارزش داره. شما دیدید ایام اربعین خیلی دیگه این نمود پیدا میکنه. در ایام اربعین میبینید یه شخصی از زندگیش گذشته، از اموالش گذشته، اولادش، فرزندانش، این بچه هاش که در طول سال اینها همه در به اصطلاح ناز و نعمت زندگی میکنن، آوردتشون مثل چی بگم؟ بگم غلام، بگم بنده، بگم کنیز، اینها رو آورده، پسر و دختر در مقابل زوار اینها خدمت میکنن، هر کاری از دستشون بر بیاد. آقا اینا چیه؟ اینا کسی مجبورشون کرده؟ واقعا اگر اینا ای کارا رو انجام ندن مثلا بازخواست میشن؟ اینا اگه این کارا رو انجام ندن مثلا فردا میان میگن آقا بیا مالیات بده؟ والله اینطوری نیست. یعنی اینا یک محبتی خدا در دل این تک تک شیعه قرار داده که بوسه امام حسین هر کاری میکنه. شنیدید از نون شبشون میزنن برای زوار غذا تهیه کنن. رفتید شماها بیشتری کسانی که حالا
هستن در این جلسه صدای منو میشنون، بیشتریتون رفتید اریام اربعین، رفتید کربلا، دیدید. خود من دیدم در خیلی از حالا این جاهایی که به عنوان مضیف یا جاهایی که پذیرایی میکنن از زوار رفتم، میبینم یک برخوردهایی دارن. اینا برخوردها واقعا عادی نیست. آقا کجای دنیا شما وقتی که میری مثلا خانه یه کسی میگه آقا بیا، خودش میاد، نه از میگم نه از اینکه مجبور باشه، با تمام محبت، با تمام عشق میاد جورابای شما رو در بیاره، ببره جورابا رو با دستش بشوره. آخه اینا چیه؟ کجای دنیا پیدا میشه؟ لباس ها رو میگیرن، اگه ماشین لباسشویی دارن خب ماشین، اگه ندارن با دستشون با مشقت لباس ها رو میشورن. هر کاری که شما در نظر بگیری برای یک مهمان میشه انجام داد، میبینی در ایام اربعین اینا انجام میدن برای مهمانشون. کی اینا رو مجبور کرده؟ اگه انجام ندن چی میشه؟ هیچی نمیشه. اگه انجام ندن هیچ کسی کاری به اینها نداره. اما نمیتونن، انگار تو ذاتشی است، انگار که در ذاتش بچه شیعه اینه که ایام محرم یه آدم دیگه ای بشه. اگه در طول سال حسن آقا رو، حسین آقا رو، علی آقا رو، اینا رو میبینی یه جوری دیگه هستن، زورش میاد سلام بکنه مثلا، یه کاری انجام بده، اصلا حوصله این کارا رو نداره. اما تو ایام محرم و سفر امام حسین اصلا یه حالت دیگه پیدا میکنه، یکی دیگه میشه انگار. این چیه؟ همون قذف فی قلبه محبت الحسین. خدا براش خیر خواسته. آقا پدر اگه خیر بخواد واسه فرزندش، همه چیزو، همه امکانات رو بسیج میکنه دیگه. خدا آمده همه امکانات رو بسیج کرده برای این شخص، برای این محب، برای این شیعه، که این شیعه به همه خوبی ها برسه. چرا؟ چون در قلبش محبت امام حسین رو قرار داده. باز یه روایت دیگه عرض کنم خدمتون. امام صادق علیه السلام میفرمایند این محبت، این آیه‌ای که اول عرایزم قرائت کردم خدمتتون، آیه 7 سوره حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. خدا این محبت رو تو دل شماها قرار داده، این ایمان، ایمان یعنی امام حسین. شرح این آیه رو اومده امام صادق انجام میده، این ایمان رو میگه امام حسین. و زینه فی قلوبکم، و تزئین کرده در قلوبتون، این امام حسینه، حب امام حسینه، دوستی امام حسینه. چه مظهری بالاتر از امام حسین؟ چه مظهر خوبی بالاتر از امام حسین؟ چه مظهر محبتی بالاتر از امام حسین؟ همه خوبی های دنیا انگار آمده در یک صندوقی، در یک اتاقی جمع شده. کلید این محبت امام حسینه. این کلید رو خدا آمده دست بچه شیعه ها داده، دست محبین امام حسین داده. وقتی که کلید گاف صندوق داشته باشی، انگار همه گاف صندوق رو داری. این کلید محبت امام حسینه. خدا آمده محبت امام حسین رو به شیعه داده، به بچه شیعه ها داده. محبت امام حسین کلید همه خوبی هاست، همه خیر هاست. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که یبن رسول الله، این جدک الحسین الان. ای امام صادق، الان جد شما امام حسین کجاست؟ فرمود اما جسمه ففی کربلا. جسم امام حسین، بدن امام حسین در کربلاست، در همون ذریحی که همه ما، همه ما شیعیان این روزها دیگه قلبمون خیلی میتبه برای اینکه بریم توی کربلا و یک دستی به ذریح سیدالشهدا بکشیم، متبرک بشیم به ذریح امام حسین. همون ذریح رو، همون قبر مطهر رو امام صادق میفرماید اما جسمه ففی کربلا.
و اما روحه فعلی یمین العرش. اما روح امام حسین کجاست؟ علی یمین العرش، طرف راست عرش خدا. الان روح امام حسین طرف راست عرش خداست. چه میکند؟ ینظر الی زواره و الباکین علیه. الله اکبر. آقا سید الشهدا از طرف راست عرش خدا نگاه میکنه به زوارش و الباکین علیه، یعنی به اون کسانی که نشستن تو مجلس امام حسین گریه میکنن. امام حسین نگاهش بر اونهاست، امام حسین داره به اونها نگاه میکنه، از طرف راست عرش داره اینگونه به اونها نظاره میکنه. و هو یسأل جده و اباه و امه و اخاه لیستغفروا لشیعته و محبیه. الله اکبر. امام حسین در یمین عرش، در طرف راست عرش، همراه با پدر بزرگش رسول الله، پدرش امیر المؤمنین، مادرش فاطمه زهرا، برادرش امام حسین، امام حسین، یعنی پنج تن در حقیقت اونجا هستند. چه می کنند در اونجا؟ امام حسین لیستغفروا لشیعته، از جدش، پدرش، مادرش، برادرش می خواد خواهش میکنم استغفار بکنید برای شیعیان من و محبی. اگه بنا باشه پیامبر بگه خدایا این آدمو ببخش، امیرالمؤمنین بگه، حضرت زهرا بگه، امام حسن بگه، امام حسین بگه، دیگه مگر ردخور داره؟ دیگه اصلا بحثی درش نیست. مجالس عزای امام حسین این هست. من خیلی وقت ندارم، اما دوست داشتم بیشتر در رابطه با مجالس امام حسین در این جلسه اولی که بالاخره ورود به محرم هست صحبت بکنم، اما متاسفانه وقت بیشتر از این اجازه نمیده. من یک روایت دیگرم از آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخونم و دیگه رفع زحمت بکنم. پیامبر اکرم فرمودند، این در کتاب سرائر جلد 3 صفحه 625 هست، فرمودن هر وقت باقی از باغهای بهشت را دیدید وارد شوید و از نعمتهای آن بهره ببرید. اصحاب گفتن که آقا ما تو دنیا زندگی میکنیم، باغ بهشت کجا بود؟ بهشت جای خودش، حالا ما تو دنیاییم، تو دنیا کجا بهشت کجا بود، باغش کجا بود؟ فرمود باغ بهشت که میگم مجالسی است که مؤمنین در آن جمع میشوند و ذکر ما را به جا می آورند. همین مجالسی که گرفته میشه، حالا با کم و زیادش، با جمعیت زیاد، با جمعیت کم، با امکانات کم، با امکانات زیاد، هر مجلسی که برای امام حسین گرفته بشه، و قسم جلاله می خورم والله این نیست که امام حسین مثلا به فلان مجلس چند هزار نفری با همه امکانات و اینها یه نظر لطف خاص داشته باشه، به یه مجلس ساده‌ای که چند تا بچه دور هم جمع شده باشن و یه مجلسی گرفته باشن، نه به اون مجلس مثلا نظر اونطوری نداشته باشه، نه، نظر امام حسین، نظر رحمت امام حسین و لطف امام حسین به تمام مجالسی که درش ذکر سید الشهدا هست می باشد و امام حسین نظر لطف به همه مجالس خواهد داشت. چند کلمه ایم ذکر مصیبت بکنیم در این شام اول محرم و از همه التماس دعا. یا صاحب الزمان از هجر تو طبیعت ما گریه می کند، چشم تمام آینه ها گریه می کند، چشم انتظار
آمدنت شیرخواره ایست، گهواره ای به کرب و بلا گریه می کند، در علقمه به خاطر تو مشک پاره ای دارد کنار دست جدا، گریه می کند. صلی الله علیک یا مظلوم یا عطشان یا غریب کربلا. خدایا قسمت می دهیم به آقا سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه و به اولادش و به فرزندانش و به اصحاب گرامیش قسمت می دهیم خدایا تعجیلی در فرج آقا امام زمان بفرما، ما را از یاران و یاوران حضرتش قرار بده، هر چه زودتر سفر کربلای همه ما را امضا بفرما به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات. السلام علیکم یا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الذوم وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا رب الحسين بحق حسن اشف صدر الحسن بظهور حجة. خدا رو شکر به آرزوم رسیدم،
نمردم و محرمت رو دیدم. خدا رو شکر به آرزوم رسیدم. نمردم و محرمت رو دیدم. خیلی دلم تنگ محرمت بود. میدونی این یه ساله چی کشیدم. شبای اولو دارم میبینم تو آسمونا یا که رو زمینم. اجازه داده مادر دوباره مشکی بپوشم بزنم به سینم. شبای عاشقی می لرزشون ها چه اغهقی. یک ده با قمت می گذر زود عجب دقایقی. کاری کن بشم نوکر لایقی. یه کاری کن بشم نوکر لایقی. شب اول اونایی که منتظر بودن یه سال انتظار کشیدن. شب اول محرم برسه اونایی که منتظرن عشق بریزن، ناله بزنن، گریه کنن. امشب شب اول محرمه، آماده یا نه؟ این اولین روزه طول و حوفه که عشق شرمندگی رو حروفه. چیه اولین روزه لحوف؟ این اولین روزه طول و حوفه که عشق شرمندگی رو حروف. تموم عالم یه صدا با مسلم دارن میگن حسین نیا بکوف. دارن میگن حسین نیا بکوف. آقا جان از زبان مسلم دو سه جمله نیا که اینجا ردی از حیا نیست. حسین جان نیا که اینجا ردی از حیا نیست. توی مرام کوفیا وفا نیست. اگه میای تنها بیا حسین جان، اینجا که جای زن و بچه ها نیست. اینجا که جای زن و بچه ها نیست. چه کردی روزگار؟ مسلم داره روزه میخونه ها. چه کردی روزگار؟ ای آسمون با عشق من ببر. مگه چه خبره حسین جان؟ کوفیا میکشن شیرخوارتو با افتخار. اگه میای حسین
رقیت و نیا شب اول محرم داریم از کسی روزه میخونیم، نام کسی رو بردیم که وقتی خبر شهادتشو به ابی عبدالله دادن مقتل می نویسه ابی عبدالله طوری گریه کرد برا مسلم، سینه مبارکش خیس اشک شد، بعد فرمود لا خیر بعدک یا مسلم، دیگه بعد تو خیری نیست، مسلم داره روزه میخونه، خورشید عمرم دیگه بی فروغه، حرفای کوفیا همش دروغه، حسین جان خلوت دور مسلم تو اما بازار تیر و نیزه ها شلوغ، حسین جان سفیر تو با لب تشنه کشتن، اینا از اولم وفا نداشتن، نیا نیا پسر عمو شنیدم، چی شنیدی؟ برا سر تو جایزه گذاشتن، برا سر تو جایزه گذاشتن، همین یه جمله نزار که دیر بشه حسین جان، نزار که دیر بشه، تنت پر از نیزه و تیر بشه، نزار که دیر بشه، نزار که خواهرت اسیر بشه، نزار که دخترت یه روز پیر بشه، آخ مسلم همه وجودشو برا امامش گذاشت، دو سه جمله عرض روزم باشه، از همه تون التماس دعا، وقتی بدن بی سر مسلم و از بالای دارالعماره انداختن پایین، هر کسی یه چیزی میگفت نمیتونستن بدن رو بشناسن، آخه بدن سر ندارن، همه دور بدن جمع شدن، هر کسی یه چیزی میگفت دلای آماده آماده اید عشق بریزید برا مسلم، شب اول محرم بدن بی سر مسلم و به اسب بستن، تو کوچه های کوفه میکشوندن، یه جمله روزم باشه عرضم تمام، همچین که بالای بدن مسلم جمع شدن، یه وقت دیدن یه زنی اومده میگه برید کنار، یه وقت نگاه کردن دیدن تو از همون خانومی که یه شب از مسلم ابن عقیل پذیرایی کرد، مسلم ابن عقیل بهش فرمود توئه، شفاعت نامه از طرف مادر ما امضا شد، یه شب از مسلم پذیرایی کرد، شفاعت نامه رو مادر ما امضا کرد، حالا من و شمایی که یه عمر داریم نوکری میکنیم، با ما چه رفتاری میخواد بشه؟ قطعا ابی عبدالله به هممون نگاه میکنه، تو اتا نگاه کرد بدن و شناخت،
اوه چی میخوای بگیم؟ میخوام بگم اینجا تو بدنی که سر نداره رو شناخت، یه بدنی که سر نداره رو از کجا میشناسن؟ یه بدنی که سر نداره رو از رو پیراهن میشناسن، از رو لباساش میشناسن. آخ یا یه علامتی ویژگی خاصی اینجا تو بدن و شناخت، اما کربلا زینب اومد تو گودال قتلگاه. آخ هرچی نگاه میکنه بدن برادر رو پیدا نمیکنه. این نیزه شکستار کنار زد. اگه حسین من توی سرت کوب، کار به جایی رسید یه وقت صدا از حلقوم بریده بلند شد. او خیه الهیه. کجا صدای منو میشنوی؟ سه مرتبه صدا بزن یا حسین، یا حسین، یا حسین، چون چاره نیست میروم و میگذارم. ای پار پار تن به خدا می سپارد. صلی الله علیک یا مظلوم، یا قدشان، یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. الغوث 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 الغوث. أدركني 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 أدركني. الساعة الساعة
بمحمد وآل